هفتاد یک مسجد در سنگاپور با خطبه هایی که جامعه را به فعالیت های مثبت تشویق می کند از کمپین مبارزه با مواد مخدر حمایت می کند. این طرح از سوی کیشان مگام وزیر امور داخلی و محمد فیصل ابراهیم وزیر دولت در امور داخلی و توسعه ملی در مسجد الانصار واقع در بدو که رونمایی شد. ایسا مسعود رئیس اجرای شورای دینی اسلامی سنگاپور و استاد دکتر محمد حنان حسن از دیگر فعالان اسلامی نیز در این مراسم حضور داشتند. برنامه سالیانه مبارزه با مواد مخدر همزمان با روز جهانی مبارزه با مصرف و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر با همکاری میان اداره مرکزی مواد مخدر و شورای دینی اسلامی سنگاپور صورت می گیرد. این تلاش که در سال 2017 آغاز شد، سال گذشته توسط 15 مسجد پشتیبانی شد، اما امسال 71 مسجد سنگاپور از این طرح پشتیبانی می کنند. در نماز جمعه هفته گذشته خطبه مخصوص برای تأکید بر اهمیت مشارکت جامعه در مبارزه با مواد مخدر در مساجد سنگاپور ایراد شد در متن این خطبه آمده بود ما به عنوان یک جامعه نقش مهمی را در کمک و ایجاد حمایت لازم از افرادی که به دام اعتیاد افتاده اند ایفا می کنیم تا بر این معزل اجتماعی فائق آییم